اینجا کمپ ریتسونا است، یکی از کمپ های یونان و اولین کمپی که ویروس کرونا در آن شیوع پیدا کرده است، که بیش از 2500 پناهجو از ملیت های مختلف در آن سکونت دارد. گفته های یکی از پناهجویان این کمپ در مورد ویروس کرونا این چنین است: سلام بر تمام مردم کمپ ریتسونا، سلام عرض میکنیم، خواهش میکنیم از مردم همین مریضی را جدی بگیرن. مریضی کار شوخی نیست، اگر همین رقم جدی بگیرین انشالله که از همین مریضی بیرون میاییم، اگر نه جدی نگیرین اونا مثل افریقایا مبتلا میشین. وقتی که مبتلا شدیم باز کل ما به اذیت و آزارش گرفتار میشیم. خواهش میکنم از کلی که همین روز و دیروز خوب بود، امروز خیلی عالی بود، اگر همین رقم جدی بگیرین چند روز دیگه هم بالاخره از این مشکلات میایم بیرون. تشکر از همه شما با این قانون و با این حرکتی که انجام دادیم. تشکر. تدابیر نمایندگان افغان برای پیشگیری از شیوع بیش از حد این ویروس در بین خاطر مریضی کرونا و مشکلاتی که داخل کمپ داریم، ما هرچه در این مدیره و اینا ما رساندیم، حرف ما مطلب ما رو بگیرن، در ما کمکی چیزی بفرستن، تدابیری برای ما بیاندیشن، هیچ کاری نکردن. متاسفانه چی میگم؟ چند روز داریم فشار میاریم، هیچ خبری از اینا نشد. حالا فعلا هم که داخل کم مریضی شیوع پیدا کرده، هیچ تدابیری برای ما نیندیشیدن. متاسفانه پس بیاین همکاری کنیم، این مریضی رو شما تجمع نکنین، مواد بهداشتی رعایت کنین، یک کاری بکنین که این مریضی یک دفعه دامنگیر همه ما نشه. و در ادامه از ساکنین این کمپ درخواست همکاری کردند که در قرنطینه بمانند. واکنش بعضی از پناهجویان در مورد بسته هایی که بین آنها پخش شده است: کل مردم از توزیع همین مواد بهداشتی و خوراکی آمده، کل مردم شکایت دارن. اصلا توزیع عادلانه به هیچ عنوان نشد. کسی که اگه امضا کرد برایش دادن، اگه امضا نکرد گرفته پس بردن. اینا مثلا خیلی آدم ها همینطوری مان خوراکایشان رو تحویل نگرفتن. اگر خانواده 4 تا اشتگی کوچیک هم داشت، او خانواده دادن. دو تا کسی که 10 تا اشتگی کلان هم 5 تا اشتگی کلان داشت، دو ایت ندادن، دو هم دو دانه دادن، دو ای 5 تا. اصلا معلوم نشد اشتگای کوچیک یک نفر حساب میکنن یا آدم های کلانه. اصلا هیچ نظم نداشت، به هیچ مردم رسیدگی نشد. اصلا توزیع عادلانه به هیچ عنوان نبود، خیلی ها نگرفتن، اصلا دهشان نرسید. همه چی شکایت دارن، هر چی بریم کسی جوابگو نیست. میگه بعدها درست میکنیم، بعدهاش کیه؟ همیشه همین حرفشون زدن بعدها درست میکنیم. این مردم در خوراک الان احتیاج دارن، در مواد بهداشتی احتیاج دارن، داخل مواد بهداشتیشان نه دستکش دارن دیگه، چی داره آقا داخل. و در آخر ساکنین این کمپ درخواست کمک‌های بیشتر برای مقابله با این ویروس را از دولت یونان دارند.